بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، عالی جنابان، مواجهه با چالش‌های کنونی و آینده نیازمند همکاری و تعامل بر اساس عدالت و صداقت است. بیایید آینده‌ای عادلانه و پر رونق برای فرزندانمان بیافرینیم. محور این تلاش مشترک توجه به نقش و جایگاه سازمان ملل متحد به عنوان نماد چندجانبه گرایی و احترام به اهداف و اصول منشور آن است. جمهوری اسلامی ایران دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را پیرامون سند پیمان آینده در این سازمان ثبت کرده است. تقویت نظام چندجانبه گرایی به منظور برخورد ریشه‌ای با چالش‌هایی همچون جنگ، تبعیض، فقر و گرسنگی میبایست مبنای کار مشترک ما برای آینده باشد. نقش فرهنگ و ارزش‌های خانواده و ضرورت گفتگوهای بین نسلی به منظور حفظ ارزش‌های فرهنگی همزمان با توجه به نقش زنان، دختران و جوانان و توانمندسازی آنها انکارناپذیر است. اولویت‌های کاری دولت من در سطح ملی نیز توجه به سلامت، آموزش عمومی، رفاه عمومی، تأمین اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر و کاهش انواع نابرابری، توزیع مناسب درآمدها، تقویت و تحکیم نهاد خانواده، کاهش فقر و تبعیض، گسترش عدالت اجتماعی، توانمندسازی زنان و جوانان و بهره‌مندی از محیط زیستی مطلوب می‌باشد. آقای رئیس، عالی جنابان، دستیابی به صلح و توسعه نیازمند احترام به حق توسعه کشورها، توجه به اولویت‌های توسعه‌ای و ویژگی‌های فرهنگی، رعایت اصول انصاف و اجرای تعهدات کشورهای توسعه یافته در برابر کشورهای در حال توسعه است. تحریم‌های یک جانبه دستیابی به اهداف توسعه پایدار را متوقف کرده و این واقعیت میبایست در هر سندی که برای آینده تهیه میگردد لحاظ شود. پیشنهاد میکنم دبیر کل ملل متحد با مشارکت کشورهای قربانی تحریم‌های یک جانبه گزارش جامعی را در این زمینه به مجمع عمومی ارائه نماید. ما خواستار اصلاحات فوری در ساختار حکمرانی و مؤسسات مالی بین المللی به منظور تضمین حضور کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری ها و هنجار سازی ها و شکل گیری ساختاری عادلانه و پاسخگو برای رفع نیازهای مالی این کشورها هستیم. پیمان آینده و پیمان جهانی دیجیتال باید به کاهش شکاف های دیجیتالی میان شمال و جنوب جهانی به ویژه از طریق انتقال فناوری های نوین، ظرفیت سازی و رفع موانع کمک نمایند. ما بر این باوریم که مشارکت برابر و مؤثر کشورهای جنوب جهانی در حکمرانی جهانی اینترنت و هوش مصنوعی، احترام به قوانین ملی کشورها و مقابله با انحصار طلبی ضرورتی انکارناپذیر است. همکاران عزیز، ما خواستار جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای و منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه بدون هیچ گونه پیش شرطی هستیم. به عنوان قربانی تروریسم همواره پیشگام مبارزه با این پدیده شوم بوده و آماده همکاری با کشورهایی هستیم که به دنبال مقابله واقعی با تروریسم هستند. ایران خواستار منطقه‌ای قوی، متحد، امن و باثبات است که در آن منابع کشورهای منطقه برای همافزایی در جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و رفع مشکلات مشترک مصرف شود. در جهانی که مردم غیر نظامی در غزه با قساوت کشته می شوند، تروریسم کور دولتی کودکان و زنان را به خاک و خون می کشد و از نسل کشی و ترور حمایت می شود، هیچ سندی صلح و توسعه را تضمین نخواهد کرد. پایان اشغالگری، توقف آپارتاید در فلسطین و آتش بس فوری در غزه پیش نیاز توسعه و صلح جهانی است. جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری با دیگر کشورها برای دستیابی به اهداف